چقدر زیباست. جال آدم اون تو که هست همه این چیزا یادش میره. این آدم نتونسته طاقت بیاره و بنابراین اعصابش خرد شده، دیوونه شده و 3 ساله که در تیمارستان بوده و در شروع فیلم اون در واقع خانمش اومده دنبالش که ببرن خونه، چون میگن دیگه ما کاری برای این آقا نمیتونیم بکنیم و اینجا هم سنگر نیست، بیمارستانه. و این آدم رو مرخص میکنن و با خانمش میره شمال ایران که ما در جایی که فیلم برداری کردیم شهر رامسر بوده که یه ویلایی پیدا کردیم که درست در کنار دریا بود و چون دریا نقش خیلی اساسی توی این فیلم داره و پس زمینه اکثر شاتایی که تو فیلم هست دریا هست، ما رفتیم اونجا و فیلمو اونجا ساختیم. دوربین حرکت. نزدیک 79 سالمه و من توی این مملکت زندگی میکنم، با مردمش در ارتباطم، بنابراین هر کاری که میکنم از این لحاظ خیلی شخصی و دیدگاه منه به دور برم. اینکه خودم این نقش رو بازی کردم، من توی بوی کافور اتریاس هم بود و بعد از اون فیلم عباس کیارستمی که دوست خیلی نزدیک من بود به من گفتش که تو باید خودت این نقش رو بازی بکنی، به خاطر اینکه دیالوگایی که مینویسی هنرپیشه‌های حرفه‌ای هم باز اینا رو درست نمیگن. و چون در بوی کافور اتریاس منتقد نیویورک تایمز گفته بود که این آقا وودی آلن ایرانه، میگفت تو فیلم ها خودت بازی بکن و این خودش یه برندی میشه. اومدم تو رو ببینم، خیلی دلم تنگ شده. من چند سال تو بیمارستان بودم. منظور تیمارستانه دیگه. تو از کجا میدونی؟ ولی اعصابم خرد شده بود. اگه خورد نمیشد جای تعجب داشت. این داستان آینه ایست در مقابل مملکت ما. این شخصیتی که من نوشته بودم طاهر کلافه شده از تمام چیزهای منفی که دور و بر خودش میبینه و شاید در یه سکانسی که با آقای نصیریان داره صحبت میکنه که گلشیری رو در واقع فکر میکنه داره باش صحبت میکنه، تمام اون چیزهایی که آزرده خاطری ما رو به وجود میاره توی اون سکانس صحبت میشه. و این همه آدمهایی که حالا تازه یه تعدادیش هم نام برده نمیشه، ولی هیچکی جایگزینش رو پیدا نکردیم توی این 40 سال. و برای هر کسی که کار فرهنگی میکنه این فضای غم انگیزی است. جلیل شهناز هر موقع میپرسن آقا حالتون چطوره؟ میگفت زمانه آقا، زمانه. هنوز زنده است؟ نه، شهناز، عبادی، یحقی، احمد محمود، شاملو، گلشیری، کیارستمی همه رفتن. دریا خیلی تو این فیلم مهمه و بیشتر وقتا موقعی که آدم کنار دریا هست یا به دریا نگاه میکنه، غیر از اون موارد بسیار طوفانی و اینها که خشمش نشون میده، بیشترین اثرش این گسترده بودن این سکوت و پهناوری این آبی که شما میبینید. و برای من این سکوت ها مثل اون کاماییه که شما میذارید در یه مثلا نثری که مینویسین یا نقطه‌ای که میذارین
بعضی وقتا لازمه که بذاری تماشاچی هم یه نفسی بکشه و تو از یه سکانسی بری یه سکانس دیگه. همون دوست دخترم که با هم بودیم یه چند سال تعاملم کرد، ولی وقتی جا نداری، کار نداری، چیکار میشه؟ من 35 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، همش رو حواس. چیزی که باید بدونین اینه که استاد الان در مرز اسکیزوفرنیه. یکی تصادف کرد، مرد، قلبشو دادن به من. اینجور چیزا رو باید یه مرتبه بگی، هرچی لفتش بدی میشه عادت و روزمن. چه بار به شما بگم بابا طاهر؟ سر من نیومده اینجا.